دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا در جریان دیدارش از ساکر برتانوی مستقر در هلمند قبل از روز میلاد مسیح از تعهدات برتانیا که ماموریت نظامی را تا ختم سال 2014 پایان خواهد داد ابراز اطمینان کرد. در سال 2010 گفتم که پس از ختم سال 2014 میلادی یک عسکر برتانیایی هم در نقش معاربوی در افغانستان نخواهد ماند و همین تعهد را عملی میکنم. این تصمیم درست نه تنها برای نیروهای ما و برای کشور ماست، بلکه برای افغانستان نیز است. مردم نیروهای خارجی را برای ابد در خاک خود نمیخواهند. در جریان این دیدار از آقای کامرون پرسیده شد که عساکر برتانوی پس از 12 سال با پیام تکمیل ماموریت افغانستان را ترک خواهند کرد و پاسخ مثبت داد. فکر میکنم بهبود وسیع نسبت به آنچه در سال 2001 شاهد آن بودیم که در این کشور رونما گردیده است. ما در ولایت هلمند هستیم. در آن زمان در اینجا پلیس و اردوی ملی افغان وجود نداشت. زنان و دختران به مکتب نمی رفتند. حال اوضاع کاملا تغییر کرده است. منتقدین آقای کامرون میگویند با در نظر داشت نگرانی های گسترده روی نیروهای امنیتی افغانستان، تجارت مواد مخدر، وضعیت حقوق بشر و اتهامات فساد اداری تحت زمامداری رئیس جمهور کرزی، کلمات تکمیل ماموریت گمراه کننده است. ما باید بدانیم که افغانستان بار دیگر به لانه دهشت افغانی و دهشت افغانان مبدل نمی شود و فکر می کنم ما می توانیم در این مورد مطمئن باشیم. برتانیا با گذاشتن تعداد کوچکتر مشاورین در وزارت دفاع افغانستان و آموزگاران در اکادمی ملی در کابل متعهد است و در صورت عدم امضای قرارداد امنیتی ممکن این پلانها به مخاطره بیفتد. سال آینده حدس میزنم همه در موردش خوشحالند. ما نوبت خود را تیر کردیم. حال نوبت دیگران است که برایشان چانس خوب میخواهم. صدر اعظم برتانیا گفت این آخرین سفر وی در آستانه کریسمس در افغانستان است، زیرا در سال آینده تمامی آنها در چنین شب و روز در کشور خودشان خواهند بود.